در ادامه بحث‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی مدعی شده که توسعه پایدار اقتصادی بدون نگاه به مذاکرات وین رو دنبال می‌کنه و نگاه به آسیا از اولویت‌های سیاست خارجی دولت 13مه. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، آیا توسعه پایدار بدون حل مذاکرات احیای برجام ممکنه؟ البته باید گفت که نخیر، چون چیزی امکان نداره. حتی اگر قرار است که حاکمیت ایران به رشد حالا معقول و نسبتا پایداری برسه، قاعدتا یکی از راه‌های اون و پیش شرط و البته شرط ضروری اون این هست که گشایش داشته باشه اقتصاد ایران به جهان بیرون، نه تنها به کشورهای همسایه بلکه به همه کشورها. و البته احیای برجام یکی از شرط‌های اونه. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد به حال برونزاست، با صادرات نفتی که تأمین مالی میشه و پروژه‌های رشد اقتصادیش با پول حاصله از به اصطلاح دریافت‌های نفتی است که تأمین میشه. در صورت اینکه گشایشی ایجاد نشه به وسیله اجرایی شدن یا احیای برجام، طبیعی است که این به اصطلاح درآمد حاصل نمیشه و اقتصاد ایران در شرایط فعلی به انسداد میرسه. البته باید گفت که این مواردی که گفته شده، به نظر میاد که مقامات حاکمیت درکی ندارن از توسعه پایدار، چرا که توسعه پایدار به معنی توسعه همه جانبه در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و البته زیست محیطی است. و یکی از شرطهای مهم توسعه پایدار البته برابری میان فرزند زن و مرد هست در تمام زمینه ها و البته به اصطلاح از بین رفتن فقر و گرسنگی و برابری های سیاسی اجتماعی. و در چارچوب متسلب این حاکمیت توسعه پایدار به نظر نمیرسه که ممکن باشه، بلکه دلایل و عوامل گوناگونی وجود داره که مانع هر گونه توسعه پایدار هست و این هم البته چیز قابل کتمانی نیست. آیا علوی، اشاره کردید که برای گشایش اقتصادی در ایران، ایران باید، جمهوری اسلامی باید نگاه به اقتصاد کلان در جهان داشته باشه، اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته اولویت‌های سیاست خارجی دولت نگاه به همسایگان و آسیاست. آیا توسعه پایدار با چنین رویکردی اجرایی است؟ خب نگاهی بیاندازیم به اقتصاد همین همسایگان یا حتی کشورهایی که با حاکمیت ایران در حال مبادله اقتصادی هستن. اونها چشمشون به جهان پیشرفته است. به این معنا که این یک مقدار مضحک به نظر میرسه که فرضاً حاکمیت ادعا بکنه که با افزایش فعالیت‌های اقتصادیش با همسایگان، یعنی اینکه اقتصاد ایران منطقه‌ای بشه و حتی همسایگی بشه، میشه به رشد پایدار رسید. حالا بحث توسعه پایدار بماند، چنین چیزی امکان پذیر نیست. چرا؟ این به معنی انقباض بازرگانی خارجی ایرانه. این به معنی اینه که ایران قدرت رقابتی و البته تنوع اقتصادیش رو از دست میده و چنین امری البته ناسازگار است با رشدی که معقول باشه و بتونه فرضاً اشتغال ایجاد کنه در ایران یا سطح زندگی رو در ایران بالا ببره. اشاره داشتید آقای علوی به توسعه پایدار، چقدر سیاست خارجی حکومت با دیپلماسی اقتصادی اون سازگاره؟ به هیچ وجه سازگار نیست. توجه داشته باشیم که حتی همسایگان ایران، حتی کسانی که هم پیمان هستند با حاکمیت ایران مثل سوریه، اونها ترجیح میدهند که فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو با سایر کشورها هماهنگ بکنند. سعی میکنند که داد و ستد خودشون رو با کشورهای دیگر افزایش بدن. این چنین چیزی البته خود مقامات حاکمیت هم گفتن که مثلا سوریه علاقه داره بیشتر با روسیه یا حتی کشورهای اروپایی معامله بکنه و اونها البته به نظر میاد که حاکمیت ایران با دادن رانت و باج به سران مستبد کشورهایی مثل سوریه امتیازات زیادی بهشون داده، منتها نتونسته کمترین امتیازات هم بگیره، کما اینکه در مورد عراق یا حتی افغانستان یا حتی جمهوری آذربایجان یا کشورهای دیگه هم مشاهده این هستیم که علاقه ای ندارن به اینکه با ایران مبادلات تجاری و اقتصادی داشته باشن. بنابراین این سیاست های اقتصادی حاکمیت سازگاری نداره با دیپلماسی اون و در مسیر کاملا جدایی حرکت میکنن. به همین دلیل هم از حاکمیت نمیتونه از حتی امتیازهای سیاسی که میده به لحاظ اقتصادی امتیازی بچینه. احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.